بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی جام جهان. به نام خداوند مهربان، عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما هموطنان عزیز و ارجمند، فارسی زبانان گرامی. فرا رسیدن آغاز سال نو میلادی، سال 2008 رو به شما مسیحیان عزیز به ویژه هموطنان گرامی مقیم خارج از کشور تبریک عرض می‌کنیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفت تکمیل نیروگاه بوشهر بر اساس تعهدات ایران و روسیه در دسته اجراست. حسینی در نشست خبری روز دوشنبه خود افزود زمان راه اندازی نیروگاه بوشهر در مذاکرات فنی تعیین خواهد شد و جمهوری اسلامی ایران به گام‌های روس‌ها در این زمینه خوشبین است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین درباره تعیین سهم منابع دریای خزر گفت ایران بر اساس سهم 20% از دریای خزر در مذاکرات با کشورهای حاشیه دریای خزر حضور خواهد داشت و به هیچ عنوان از این سهم کوتاه نخواهد آمد. وزیر امور خارجه ایران در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی همکاری بیشتر معاونت کنسولی این وزارتخانه با نیروی انتظامی برای رفع سریع‌تر مشکلات ایرانیان خارج از کشور را خواستار شد. منوچهر متکی تأکید کرد صدور روادید و خدمت نظام وظیفه دو موضوع ایرانیان خارج از کشور است که باید اجرای مقررات آن را برای آنها آسان‌تر کنیم. سردار احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی هم در این دیدار با ارائه گزارشی از نحوه فعالیت و همکاری نیروی انتظامی با اینترپل و ایجاد بخش پلیس دیپلماتیک در نیروی انتظامی مساعدت بیشتر وزارت امور خارجه با نیروهای پلیس را برای حل سریع‌تر مشکلات ایرانیان خارج از کشور خواستار شد. ایران و ویتنام در پایان پنجمین نشست کمیته همکاری اقتصادی و بازرگانی دو کشور در تهران توافقنامه‌های جدید امضا کردند. پنجمین کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ویتنام بعد از دو روز مذاکره پایان یافت. امضای موافقت‌نامه‌های گوناگون به منظور تسهیل در روابط اقتصادی دو کشور حاصل این کمیسیون مشترک است. تفاهمات کلی و اساسی شد در مورد موضوعات گمرکی، در مورد اجتناب از اخذ مالیات مضاف، در مورد حمایت از سرمایه گذاری متقابل، توسعه خدمات فنی مهندسی، در مورد نفت و گاز، توسعه همکاری در زمینه های کشاورزی، جهانگردی، کشتیرانی و ایجاد پرواز مستقیم بین تهران و هانوی از دیگر بخش های موافقتنامه همکاری های مشترک ایران و ویتنام بود. استقبال گسترده می‌کنیم از کارشناسان و تجار ایرانی که به ویتنام بیان و با توجه به این که میتونن که ما در این بیانیه ما توافق کردیم که جهت کار تجاری و تحصیلاتی رو به طرف ایران طرفای متقابل اعطا کنیم، ما اعتقاد داریم که این کارهایی که این تجار انجام میدن خودش تحصیل کننده همکاری دو کشور هست. ما توانمندی هایی دارن که میتونیم ما ازش بهره برداری بکنیم. کشوری است که عضو سازمان جهانی تجارت و رشد اقتصادی خوبی در چند سال گذشته داشته، سطح درآمد اونا رو به افزایشه. در حال حاضر سطح مبادلات اقتصادی ایران و ویتنام رقمی معادل 110 میلیون دلار و به نفع ایران مثبت است. نمایندگان دو کشور در پایان این کمیسیون اظهار امیدواری کردند در آینده نزدیک حجم مبادلات اقتصادی دو کشور به بیش از 500 میلیون دلار برسد. مدیرعامل شرکت اربند از ساخت بزرگترین مجتمع تجاری و اقتصادی خاورمیانه در جزیره مینوی خرمشهر خبر داد. حسین دشتی نژاد گفت ساخت این مجتمع از یک ماه پیش با 400 میلیارد ریال اعتبار در زمینی به مساحت 52 هزار متر مربع آغاز شده است. وی مدت زمان لازم برای ساخت این مجتمع را 17 ماه اعلام کرد و افزود با بهره برداری از این مجتمع تجاری و اقتصادی برای بیش از 3 هزار نفر شغل ایجاد می شود. صادرات ایران به کشورهای آفریقایی افزایش یافت. معاون سازمان توسعه تجارت گفت صادرات ایران به کشورهای آفریقایی در مقایسه با پارسال 48% افزایش یافته است. آقای افقهی افزود سازمان توسعه تجارت ایران بخشی از هزینه‌های صادرات به کشورهای هدف از جمله آفریقا را تأمین می�کند. به گفت حدود 110 میلیارد تومان اعتبار به منظور پرداخت جوایز صادراتی به صادرکنندگان کالا و خدمات در نظر گرفته شده است.
نخستین همایش صادرات نرم افزار، فرصت ها و چالش ها روز دوشنبه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی ایران برگزار شد. در سالهای اخیر در بیشتر کشورهای جهان تولید و صادرات نرم افزار به یکی از سودآورترین فعالیت های اقتصادی تبدیل شده. هرچند حجم صادرات نرم افزار ایران در مقایسه با کشورهای پیشرفته رقم پایینی است، اما در سالهای اخیر روند صعودی داشته. نخستین همایش صادرات نرم افزار نیز با هدف شناسایی موانع صادراتی و ارائه راه حل های عملی برگزار شد. ما یک روند صادرات صعودی داشتیم که از حدود مثلا 250 هزار دلار آماری که تونسته بودیم حساب بکنیم بودن از 4 سال پیش رسیدیم به یک آمار 25 میلیون دلاری. در فاصله سالهای 1996 تا سال 2006 یعنی دهه طلایی صادرات نرم افزار، کشورهای آسیایی بیش از 50% صادرات رو به خود اختصاص دادن. کشورهای هند، چین، مالزی، سنگاپور نیز به ترتیب در رتبه های اولیه قرار دارند. همچنین در 10 سال اخیر در جهان صادرات نرم افزار 1450 میلیارد دلار معادل 14% حجم تجارت جهانی بوده است. در ایران هم مهمترین بازارهای هدف برای صادرات نرم افزار کشورهای کانادا، آمریکا، انگلیس، آلمان و برخی کشورهای همسایه از جمله افغانستان و عراق است. پروژه‌ای در افغانستان داشتیم، طرح مکانیزاسیون در هیئت نرم افزاری شدن سیستم بیلینگ شبکه برق افغانستان یکی از زمینه‌هایی بود که شرکتمون خوب کار کردن. در یه سری نرم افزاری در زمینه گلدوزی رو به خیلی از کشورهای دنیا عرض کردم، اروپا، آمریکا صادرات داشتن. برخی از سیستم‌هایی که نرم افزاری که تحت قالب بایوس و نظایر هم تولید شده صادرات داشتیم. برخی از نرم افزارهای دیجیتالی که جزء محصولات جدید شرکت همون هستن به بازاری مثل امارات و کانادا عموماً صادر شده. در سالهای اخیر حمایت دولت از صادرکنندگان از طریق اختصاص جوایز صادراتی باعث افزایش انگیزه تولید و صادرات در بین شرکت‌های ایرانی شده است. ما یک مجموعه جوایز و مشوق‌های مستقیم رو به صادرکنندگان نرم افزار پرداخت می‌کنیم. یک مجموعه و هزینه‌های جانبی رو هم پوشش می‌دیم، مثل هزینه حضور در نمایشگاه‌ها، هزینه بازاریابی، هزینه برندسازی، هزینه تبلیغات کالا، هزینه‌های آرندی. بخشی از هزینه‌هایی که در این حوزه شرکت‌های صادرکننده داشته باشن رو ما پرداخت می‌کنیم. حضور در نمایشگاه‌های معتبر بین‌المللی یکی از برنامه‌های اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار است. شرکت در نمایشگاه سبیت آلمان و برپایی نمایشگاه در کشورهای همسایه هم از برنامه‌های امسال اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار است. در این بخش از خبرها گزارشی ببینید از رشد همکاری‌های همه‌جانبه ایران و ارمنستان در سالی که گذشت. سال 2007 برای مردم ارمنستان دارای دستاوردهای مهمی بود. گسترش روابط ایران و ارمنستان یکی از این دستاوردهاست. روزنامه آسک چاپ ایروان در ویژه‌نامه سال 2007 نوشت: در بررسی مهمترین تحولات ارمنستان در یک سال گذشته، بیشک باید به تأسیس خط لوله گاز ایران ارمنستان و بهره برداری از آن اشاره کرد. این روزنامه با اشاره به مخالفت‌های واشنگتن با تأسیس این خط لوله افسود، اجرای این طرح تاریخی عمق دوستی ایران و ارمنستان و حفظ استقلال ارمنستان در برابر خواسته‌های ابرقدرت‌ها را به اثبات رسانید. سال 2007 سال تحکیم دوستی ملت‌های ایران و ارمنستان بود. به نظر من مهمترین دستاورده این دوستی تأسیس خط لوله گاز ایران و ارمنستان است. دوستی ملت‌های ایران و ارمنستان در سال 2007 از عمق بیشتری برخوردار شد. بهره برداری از خط لوله گاز ایران و ارمنستان یکی از مهمترین دستاوردهای ارمنستان در سال 2007 است. گسترش روابط ایران و ارمنستان به عنوان دو کشور دوست در سال 2007 بسیار مهم است و تأسیس خط لوله گاز ایران ارمنستان از اهمیت زیادی برای ارمنستان برخوردار است. از طریق خط لوله گاز ایران ارمنستان که اوایل فروردین ماه امسال توسط محمود احمدی نژاد و روبرت کوچاریان رؤسای جمهوری ایران و ارمنستان افتتاح شد، سالانه 400 میلیون متر مکعب گاز از کشورمان به ارمنستان صادر می شود. در سال 2007 مقامات ایران و ارمنستان طی دیدارهای مختلف بر گسترش همکاری‌های همه جانبه تاکید کردند. سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور